سلام سلام آقا فرزا خوش اومدی سلام دلش عجیب قره چه چی خوردی مادر فکر آخر... چرا بیسکویت ها رو بردی من خواستم وسط اپیزود بخورم گرسنم هم میشدی کورت ما نه ببین دیگه ما اصلا یه ده تاشو گذاشت دهنش فکر آه... کنم آخرش این بولر اینجوری سر رفت یه ردیف رفت کشید ولی این سر رفته دیگه دارزی بکن چپمه راسته چپم خیلی ریزش داره یا همون گفت بس یا نشنه بودی؟ ترکی بود اتمانا فقط تو اسمان پخشش میکنم میگم ترکی بود چه خواه؟ خوبید خوشید سلامتیم خدا رو حس کنم این مرزه اینو رکورد اینو نزدیم مهم نیست اون بعد رکورد میکنم اسم آره. کنم مرز قبل اپیزود و بعد اپیزود خیلی داره از بین میره خیلی باریک خیلی داره <تصفيق> میشه <تصفيق> باریک ما جدی میگیم خب کانتنت یوتیوب دیگه اگه که دارید از یوتیوب میشنوید دمتون گرم سابسکرایب کنید ممنونی ازتون واقعا میخوایمتون قبل زفت <applause> منظورم بود اصلا آها آها <applause> اون که دیگه فکر کنم بچه از موقعی که میان من میتونم دوربین بذارم اون بالا کلی بکارم یعنی ستاپ هم بذاریم توش یعنی صحبت هایی که قبل ستاپ میشه اینا ولی درصد زیر <applause> 20 دقیقه <applause> کنسل شدیم یه گوشی ها گوشی تو با صدای گوشی این بچه یکیه ولی خب باش ما جور رفیق تو میتونی بزنی تو میتونی بشنی. مال خودتو بزنی یا یعنی میرسه داری. چقدر تو را با داشتم داشتم به این فکر کردم که با. اصلا مفهوم پادکست و اینا دوباره داره عوض میشه یه زمانی پادکست اومد که ملت مثلا صبح دارن میرن سر کار رانندگی میکنن فعلا هیچ بزنن تو گوششون الان چون همه دارم میان روی یوتیوب به دلایل مشخص هست دوباره مفهومه داره عوض میشه دیگه یعنی دوباره باید بشینی یه جا و ببینی من نه, نه، من دلزم بعضی دلزم. از مثلا من بعضی از پادکست هایی که گوش میدم صوتی گوش میدم بعد یه جاشی اتفاقی میفته بعد اونجا رو مثلا برای خودم نوس میذارم میرم بعدم ویدیوشو نگاه میکنم اون یه تیکه ببینم مثلا چی شده اسکرین شات میگیرم دید دیدیکیشن میخواد باحال دیگه یعنی آره. ب... یعنی کار باحال جفتشو میتونی تو حواست باشد. آخه کانتنت کانتنت عجیبیه واسه همین نیاز داره بره ببینه درست. آره آره بعضی موقع یه کارایی میکنن ولی بودن جفتش خیلی خوبه دیگه هم آدیو هم ویدیو بعضی موقع مثلا دوست داری ویدیو ببینید ولی ما به شما پیشنهاد میکنیم بیشتر ویدیو رو نگاه کنین خواهش میکنم یعنی ما از از خرج زیاد در تقریبا همه کسایی هم که میرن ویدیو رو میبینن همه همه نه بیشتر راضی و میگن خدا رو شکر یعنی میگن ایک زودتر دیده بودیم ولی خوبه که هست و جایی یه نفر دیده بودم که یه ذره ناراحت بود که چرا از اپیزود 4 به بعد توی یوتیوبین بعد وقتی اینو گفت فهمیدم که ما الان 300 خورده 314 ایم و سر 44 چند تا اپیزود ضبط کرده اصلا فکرشو بکن سه فکر کنم 143 حالا چ... هر آه. چیزی که یعنی از 140 خورده ای تا الان 300 خورده ای ما الان اپیزود داریم من دیشب داشتم به اون اولین باری که رادیو جوان چقدر اپیزود فاخر بودیم یعنی الان دکلینینگ شده ولی قبلا خب اپیزود فاخر داشتیم داشتم اون اولین باری که رفتیم رادیو جوان فکر می‌کردم بعد هیون صبح پیدا شد دیسکایک بود که میواد آقا اگر آه. که میشنوید من ازتون یه خواهشی دارم شو. اگر که میشنوید برید توی بگم برن لایک های اونو رو بالا حداقل توی رادیو جوان اپیزود اول ما تعداد دیس لایکاش پایین تره در صد درصد پایین تعداد دیس لایکاش از لایکاش چیزه بالاتره اگر که میتونید اینو عوض کنید یه دستی بده آره یه هولی بدید دیدی یه هولی بدید رفتیم چه ویو های عجیبی اونجا میگرفتیم عدد میومد پنجا هزار شهست هزار دروغ حالا نمیدونیم که مطمئن که نیستیم چرا دیگه نه اطمینان نداریم 100 درصد نمیتونیم <تصف> بگیم آنی... ببین, ببین, چی میگن م... کار خودمون که میتونیم بگیم اصلا با بقیه چیز کاری نه خارجی ها م... میگن که چی مثلا شادو اف داوت نمیتونی بگی که دروغ بوده دروغ بوده یعنی خب شادو داوت داریم خب دیگه جای... بیا جمع بزن همه ویو هایی که الان رو همه پلتفرم ها میگیریم یه فرکشنی از اونم نیست که مثلا 5 سال پیش اونجا بیشتر میومد شاید اونجا بیشتر میومد یوزر بیشتر داشته دیگه. خب حالا داشتی میگفتی همین میگم دیشب داشتم به این فکر میکردم اون اپیزود اولی که رفته بودیم و چه استراب و استرس و... یا بعدش هم به چیز فکر میکردم اولین باری که تصویر رفتیم فکر کنم اپیزود فرینازینا بود فکر میکنم آره اشیای من یادم بودم اون اوپنینگ اول درصد اصلا پش. چیز آوردیم یعنی رو آوردیم کیارش شما کمکمون کرد آره. کیا وش. کیا وش. کیا وش. یعنی اصلا جلوی دوربین نشسته حرف زدن با یه فرایند استراب بعد هم خی... یعنی خیلی چیز عوض شده بود هم ستینگ اون جامون عوض شده بود اولین بار بود که داشتیم ویدیو ضبط کردیم اولین بار که با 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 داشتیم میکروفون ج... نداشتیم با یه میکروفون آره خیلی عجیب بود بعد تو جیم اونا بودیم بعد اوهات علی خنجری هم اونجا مثلا نشسته بود خودم خب پشماش میریزه میبینه دیگه بعد تکنیکال دیفیکالتی هم داشتیم او زیاد چیشو... اینا چیشو... فکر کردیم که باحال میشه و باحال هم بود یعنی ما که مشکلش آره جالب آره خیلی جالب خیلی خیلی جالب آقا در مورد خودت تو چه خبر کارون چیکار کردی هفته آقا من یه چیزی که گفتم یه مادری که مهاجرت داره میکنه آره یه چیزی تو اینستاگرام خیلی خنده بود یه الان دیدید که جدیدا اینستاگرام دیگه اینستاگرام نیست همش تبلیغه اصلا من دیگه نمیخوام چه سافه برای من یه چیز دیگه است جایی که... خیلی بانوانه با عنوان با لباس خیلی کم میاد نمیدونم به قرآن من اینا سرچ نمی کنم سه نقطه بزنی به نظر نات اینترست آخه آی ام ولی آی نو نو اینترست خب میدونم نو دات اینترست داره مثلا آقا باشه چنگاهی بیاره مثلا دیگه بس دیگه اولاد این همه رو اومدیم حالا همش ریختیم بیرون هی hey, تو چین ریخته بیرون تو کره ریخته بیرون تو... تو غرب ریخته بیرون تو ایران ببینی ریخته بیرون. نه خداشو تیک تاک ندارم خداشو چادری ببینی بگو ببخش آره الان دیدی دیگه اصلا پیجی که تو فالو میکنی پستاش نیست همش دریوریه تبلیغ و اینا و یه ندم خیلی خندیدم بهش یه خانومی بود معلوم بود مادر بودن سلفی گرفته بود خب. حالا میگم سلفی بعد اول تو نوشته رو نوشته این بودش که ما مهاجرت کردیم اومدیم آمریکا که بچه‌هامو دکتر و مهندس و وکیل و اینا بشن بعد پشتو که نگاه میکنی دخترش اینجوری توی حالت مثلا خمه قنبل کرده روبرو آینه است داره یه عکس از خودش میگیره مثلا آپلود میکنه نمیدونم داره میفرسته برای سیبیله اونلی فنز سیبیله این مامانه خیلی باحال نوشته ما مهاجرت کردن بچه همون چیز بشه الان نگاه داره اونلی فنز الان مثل که دیگه نودیتی نداره نه بچهی داره نداره نه یعنی فقط میتونی مثلا پرووکینگ باشی دیگه ولی نودیتی کامل نمیتونی داشته باشی جاش نیست اومده فنزلی نگران نباش داره داریم من جدیدا چون این خبرگزاری ها رو زیاد نگاه میکنم بله. یکی از خبرگزاری ها یه تبلیغ اصلا یه مستندتور راجب اونلیفنز رو میکنه نمیدونم. توی هولو مسی قراره پخش بشه یا شده خب میخوایم بگیرین که داشته باشیم ببینیم وقتی <applause> هولو دیگه آره بعد تبلیغ میکنه هر کسی میتونه شروع کنه پول در آوردن بابا اونلی yeah. خیلی, خیلی سر و صدا کرد یعنی خیلی بابا من خودم توی استریم هم یه دن اونلی فنس گذاشته بودم از جوک و همه هم, هم میذارن روش یعنی everybody is interested ولی اونلی فنس الان دیگه نودیتی نداره جاش ولی خب دقت که نمیدونم فقط فیدای من اینطوریه یا شما اینطوریه توییتر چه فیدتون یعنی توییتر جرأت دارین چیزی رو سرچ کنید من اصلا جرأت داداش توییتر هر چی سر اصلا مهم نیست هشتگ اسم فلا هر چی یه سیویل میان که افتادن دچونه هم دارن رست هم دیگر رو میگشن آره. خیلی خیلی چیز دوشه اصلا نمیدونم چرا انقدر باید مثلا آره راست می گرافیک کانتنت رسمی داشته باشه توییتر همه چی توش چیه تو توییتر سرچ نمی کنم سرچ نمی کنی مثلا یه کامنتی باشه سرچ میکنم ولی بخوام دنبال یه چیزی بگردم ببینم چه خبره مثلا دیروز ونکوور تو توییتر ترندینگ شده بود به خاطر چی؟ به خاطر سه چهار تا اتفاق افتاده بود یا سه چهار تا کووید بنزی ریلیتد بنزین آره بنزین رو من دیدم حالا میگم تو اپیزود این اونلی فنس که گفتی دیوید دوبریک یکی از این یوتیوبرای خیلی معروفه حالا خیلی هم الان چیز داره دیگه دور و برش داستانای مختلف و اسکندل و اینا ولی یه دونه دستیارش بود یکی از این افراد تو تیمش این این اونلی زده بود خب خانم خیلی خوش چهره و جذابی هم هست بعد این هفته یه میلیون دلار در میبرد از چیزش نه حاج. از اونلی فنزش الان سر به خاطر دیوید دوبریک, دیوی دوبریک اتفاق. این اتفاق یعنی این اکسپوژر رو از اون گرفته که ولی خودشون اکسپوژر کمی نداشتن اون خانم نه 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 اولش از اون گرفته ولی مهم نیست مهم نیست اگه داری یه میلیون نرمیاره خوده یارو خودشون اکسپوژر کمی داشتن اون خانم یعنی چی اکسپوز بودن اکسپوز بودن منظور منظورتو میخوام بدون یعنی خودش برای خود جواهریه آره کاری نداره جواهر جواهری در خب گل برای گل میگه این ویزو چه روزی پخش میشه نه این روز سشنبه روز زن آقا بذارید بذارید اون رو تو اپیزود ادرس میکنیم این پری اپیزود الانم شنبه است هیچ رفتی به روز زن نداره ما ده. که بریم تو اپیزود یا پنج مارچ امروز داره گیره اونو سویچ میکنیم تو چه قابل؟ چطوری؟ سلامتی درگیر بودی این مدت ها آره. چند روزه من هف... شغل جدید ما مورا فرزاد دید که یه شغل کفاف زندگی رو نمیده یه شغل پرسود من شدیدم هفته یه میلیون داره من هفته پیش یک شنبه یه حرکت زدم گفته بودم شما بوغلمون درست کردم تو خونه گفته بودیم میخوای این کار بکنی ولی نه ما عکسی گرفتیم نه رونی یعنی حالا <applause> اون اونم تجربه بود برای خودش جالب بود خوب شد خیلی خوب شد چه جوری میفهم یه یا... می می که گرفتم نه تو فر نداش من گذاشتم تو باربیکیو بیرون چون اوه. سه ساعت بعد بپزم او میخواستی خونه بوی مکرره <applause> نگیره خیلی اسمارت بود این کار برای اینکه هیچ بوی نایم تو خونه و همه آپریشن بیرون انجام خشک نشود حالا ای میرفتم سرش میذادم جوسی بود جوسی شد جالب بود جاتون خالی بود حالا این که میگی بیرون انجام شد الان خب جمعیت خونه ما خیلی زیاده الان مادر پدر مادر مادر بزرگم از دختر داییم هست خواهرم و مثلا چهار و بچهشون اینا مثلا میان خب بعد غذا مصرفی زیاده دیگه تو خونه برای درست کردن غذا الان به خاطر که خونه خیلی بو میگیره میرن تو تراس دیگه چرا بعد بوی غذا درش وقتی برای 18 نفر بخوای پیاز درست کنی تا تمام لباسای همسایم با پیاز داغ خب میگیره تو رو باربیکیو, بروی باربیکیو نه چیز داری اره از, از, از این شعله ها داره, داره بعد خویه. بابا خیلی باحال این باربیکیو رو چرخوندن که پشت شیشه است جلوت هم باربیکیو درش هم که باز کنی حرارت میزنه گرمت هم میونه یعنی اتفاقی هم نمیاد دیگه آپریشن آشپزی داره بیرون دوست انجام دوست دارم خونه رو ببینم آره همینطور خیلی قریبم توش آه. اصلا <applause> نمیدونم چرا باید یه ساعتی از تمیزی و رایت کنن تو اون خونه واقعا نیست هر موقع تنیزی. میرم به میگم آن اینجا خونه مجردی بود اومدین خرابش کردین <applause> آره. اینجا خاطراتی که اینجا تمیز میشه یعنی که ما خودش هم ایمان... تمیز میکرد وقتی ما ما تمیز میکرد این... انصافا خودش تمیز میکرد ولی وقتایی که نه سطحی از تمیزی آره دیگه... که ما و موقع قبول داره هیچ کس اصلاً... اصلا یه دنیای دیگه بود فرق میزد خانواده ما حالا من به خودشونم گفتم همیشه الان تو اپیزود میگم آره قراتون نش جلو تو روشون هم میگم دیدی میخوام بگم بعد هیچ جرئت نره تو روش خانواده ما کلا استاندارداشون بالاست تو همه چی ام. چه مثلا بابام توی اینستال کردن مثلا چیزهای مختلف و کارهای توی خونه و کارای یدی. شلف زدن و کارهای آره. آره چه مامانم توی تمیزی و آشپزی و فلان و اینا قبول نمیکنن که آقا من اون استاندارد ندارم اصلا برای من مهم نیست این اگه اگه این چیزی که زدم کجی کجی دیگه حالا نموردیم که اجازه بدید ایمان خودش باشه آره بذار من خودم رو اکسپرس بکنم اکسپوز کنم <تصفح> آره هنوز به اونجا نرسیدم تو خانواده اجازه بدید یواش یواش بریم سر اپیزودمون دوازده دقیقه شده نه بابا یه چیزی چندش بگم چون باید بگم چون که چندش چندش هفته دار که هفته هم باید داشت دقیقا همین خب چه نشب بگو برامو همینو عرض می‌کردم از, کردم. <تصفح> <تصفح> از نامی گفتید؟ <تصفح> اونلی فنز اینا میگفتید عالی یکی از اخباری که حالا بزنیم د... بهمون بگید اگه میخوای اونلی فنز بزنیم عکس پاهمونو بذاریم خدا کی کیا پول میده آره بذاریم بعد ببینیم میفهمم پا کدوم <تصفح> شست میگن از پای از کف شروع میکنیم از کف ما شروع میکنیم بعد میایم به می روی پا و انگوشتا و اگر خب پول در بیاره همه یه روز با هم میریم پدیکور لاک میزنیم چی میزنیم؟ میریم پدیکور لاک میزنیم بعد اکس میزنیم لاک خوبه؟ لاک عالیه؟ لاک مشکی ما که قرمز نسخه لاک قرمز خب داشتی میگفتی؟ بگو فرض اون پنج شیش ماهی که نبودیم یه خبر زردی که اومده بود توی رسانه های آمریکا اینا این بود که یه دختری حالا به واسطه توی سریالی که بوده یادم رفت از این سریالی هست که دوم... یه نفر میخواد یه پارتنر انتخاب کنه و اینا خیلی هم مدل های مثل فکر میکنم توی یکی از این Love Island. آره تو تو همون ها بوده بعد از اونجا یه The فان بیسی پیدا میکنه روی انستاگرام اینستاگرام و حالا این پلتفرم های مختلف و ایشون شروع میکنه به فروختن باد معده از خودش و به صورتی بوده که خیلی <applause> اینقدر احترام میذاری میگیم باد معده بگو تو بگو نه بزن. بگو نه جورت داری بگو بگو دارم. <applause> بعد مثلا ویدیوهاش هست که از خودش داره ویدیو میگیره نمیدونم ها میخوره و کلی چرت و پرت میخوره اینا که میلش دو ساز میشه آماده سازی کنه بعد اینا رو توی یه سری مثلا شیشه های کوچولو چما میگیره بادر رو درش رو میبنده حتی یه نوت دستی هم میذاره و میفرسه تو, اخ... تو خبره اومده بود داشت هفته ای هزار دلار در میورد خدا وکیلی من که نفاق هستم خدایا چرا رخشو نداریم از این رو بولن فرزاد بعد اصلا که بزنی هفت دلار در میاری آخش فهمیش که نمیشه <applause> آخش فهمیش تو شد نه این انقدر از این متریال ها میخورد که بتونه دو آره. باید از خودش خواهش بکنه کاش به میمارستان کشید مثلا میده و دلو ایناش همش ریخ به هم اصلا اینو تو چه پلتفرمی میفروخ؟ چه جوری به یه وبسایت گذاشته بود واسه خودش بعد اگه باد فتح ایرانی دادش مهرا مدیری اول نفری بود که اینا رو فروخ حالا حالا اینو بعد بگم اینی حالا این که داری میگی جالبه امروز جالبه. من میگم داش توییتر داشم بالا پای میکردم و دیدم که یه فتیش وجود داره به نام سلایوا یعنی آب دهن میفروشن جارو دختر آب درش میرزه تو چیز میفروشه حالا سلایور نسبت حالا چرا خب خدا وکیلی اینا فقط برای مانوار هست یعنی من سیبیل چرا نمیتونم آب دهن بفروشم به قرآن کوالیتی میدم من همیشه یه لاین دارم میگم تو این تو دنیا چقدر آدم داریم 8 بیلیون 7 بیلیون هفت 8 هفت 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 هفت. هفت. هر... فکر کنی هر تیستی حرف آره دوش. آره حاجی پس مال شما رو میخرن آره ولی تعدادش این 7 میلیارد گفتی من یه کامنتی دیروز اومده بود اینستاگرام یکی از عزیزان گفتم ما یه چند تا حرف اشتباه زدیم چی گفتیم اونا رو بگیم حالا من جوابشون دادم گفتم که یه سرش ما واقعا نمیدونستیم یه سرش اون لحظه آدم سری ازش میگذره حواسش نیست مثلا من گفته بودم که ملکه انگلیس جنگ جهانی اول تا سومو دیده یعنی حالا سومو میبینه اول دیده این چند سال بعد جنگ جهانی اول به دنیا اومده دومو من... دیده آره دومو که خب قطعا دیده دو شو من میم دیده بودم راجع به این حالا آره نرفتم چک کنم ببینم دقیقا حالا 1900 چند به دنیا اومده ام. یکی این بود یکی اینکه ایمان گفتش که بعد برای ریسشن به عراق حمله کردن این چون سری گذشت اصلا وقت نشد روش فکر کنیم اون لحظه ولی خب جنگ عراق 2003 بوده رسشن 2008 بوده اصلا قبلش بوده نه رسشن دومی مثل اینکه که میخواستن یه رسشن دیگه بود نه ریسشن هستی که 2008 هیت کرد آره. جنگ عراق اصلا کلا قبلش اینا 2001 افغانستان رو زدن 2003 هم عراق این اون لحظه سریع ازش شدیم حضور ذهن 2002 هم که آقای جی جی بودن بین <applause> این دوتا جنگ این وارد رب شد دید, شد. دید که هم داریم رفیقتا رو آره <تصفح> درسته, درسته. از خواهیم آره مرسی همین که... من گفتم که بگم ما یه وقت واقعا با. نمیدونیم مثلا اون داستان ملکه انگلیس رو من اصلا تاریخ خودش رو نمیدونستم اصلا میم برام اهمیت که اون جنگ عراق هم دیگه دستمون در ولی ایشون هم صف گرفتن ها یعنی بابا دیگه ملکه است دیگه ولی کلا ما اعتقاد داریم یه فضا اینجا هست که یه سری فکت های از خودمون در میاریم با. برو ساینس یه برو ساینس با... یه باشه یه با وقتی عره چارت سیبیل آره. ناموسی یه برو ساینس نبوده داشته باشه کاش اینو رو تا... توی اپیزود ادرس می‌کردی ولی الان یه لحظه بحث چی شد من بزنم هفت عره 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 این بزنم رسید 7 میلیارد نفر آره آره این اعداد و اینا دیگه در میره دیگه وقتی آره آقا من اگه ادسه کردم بدونید که اساسیت فصلیه و من دو تا قرصم خوردم توی 24 ساعت بعد یه دونه بخورید ولی من دو تا خوردم الان داره شکتا. شروع میکنه سوچش سالم اونجوری بگیری خود به خود خراب داره میشه. شروع میکنه به آبریزش از تمام منافذ آدم پرنفوزی بریم واقعا بود بودش رو من بهش گفته بودم

فکر کنم سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 براتون میگه که امروز اپیزود توضیح میدم خیر امروز اپیزود 314 ماست روزی که داریم زفت میکنیم 5 مارچ 5 مارچ 5 مارچ 2022 برای روزی قرار پخش بشه شنبه است اومدیم با دو تا اپیزود جدید دیگه چه خبر؟ خوبید خوشید سلامتید اول اپیزود میخوایی بگی روز آره روز آره بفرمایید نه بکن. روزی که داره پخش میشه روز زن هست در جوامه خارجی یا ایرانی و خارجیش فرق دارن با هم آره حالا آره روز جهانی روز جهانی, روز جهانی تاریخی هم داره بعد ما حالا سال قبل تلاش میکردیم یه حالا یه نیمچه ویژه برنامه, داشته باشیم مثلا اون سال با بچه های پادکست آجیل صحبت کردیم امسال متاسفانه نتونستیم برنامه ویژه ای داشته باشیم خودمون الان دیگه ویژهش میکنیم آره دیگه چهار تا سیبیل نشستیم چهار تا سیبیل در مورد کرایسس صحبت, ولی تبریک میگیم به تمام شنوندگان بانوی خودکست و دمتون میگم دیگه مرسی که هستید بدون شما خیلی دنیا چی میگن خاکستری <applause> زد سبر وای شروع شد یا بسم الله شما جمع کنید من برم صورت هم بشم چون که برو 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 صورت شروع بشوره دیگه نه تو تا صورت کنه این <تصفح> داکیومنتری آقای آقا که نه جفری اپسینو شما دیدی دیگه نه 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 ولی در جریانش هستی که بله بله. بعد این خب به هر حال گفتن که خودکشی کرد تو زندان و اینا گفتند دیدن کی بعد اه، اون اه، نمیدونم زنش حالا ها هر کی که باش بود پارتنرش اونم الان داره اه، اه، یه دوره محاکمه شد و اونم رفت زندان یا نه زندان. <laughs> من زندان <آه>، چرا اینو <تصح> گفتم یه ویدیو دیشب دیدم از همسر سابقه سابقه بیل گیتس که میگفت که بیل گیتس هم با این یه رفته آمدی داشت با جفری اپستین و من همیشه بدم می اومد از این شخص و اصلا از این ارتباط و گفت یکی از فاکتورهای طلاق ما هم همین بوده اتفاقا اه. که من به این می گفتم اصلا با این آدم نرو بیا و مثلا این گوش نمی کرد. این دو نفر که جدا شدن واقعا امید جامعه بشری به پایداری روابط مثلا برای آدم کلا کلا از بین رفت این تنها مثالی که مونده بود ایشون بقیه که از قبل مشخص بود دیگه مارک زاکربرگ جدا شد؟ زوده هنوز حالا اون که بچه است آمازون چیز که بچه جف لاف هم لفظو اون که بچه است جف یه کاتگوری دیگه بود اون که آره که الان چه کوبیده از نو ساخته هم آره. خودش هم دا خدا از سی او ها داریم کسی که با کسی که 50 سال از خودش کوچیک تره مثلا توی هاجی آقای ایلان خدا وکیلی. آقای لری الیسون آها برای اسم اه. معروف <تصفح> جوز تاپ 10 دیگه لاری خدا وکیلی چیزی که جف, جف بیزو ساخت برای خودش هاجی بابا بوم. روز زن این نه خودشو دارم میگم هاجی هیکلشو باید ببینی سیکس پک داره از سرت بعد اینکه جدا شد آره, آره 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 حاجی این است که از سفینه پیاده شده میزنه زیر خنده ها ها. اصلا ده از شده خدا یعنی <laughs> <laughs> من هفته <laughs> 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 جف هم به خاطر پولش هم به خاطر رویات برده. و با کلی کل داره اشغال میکنه حالا دنیوی آقا یه سری استوری خنده فرات برام میفرسته چی میفرسته برای چه ما تو وال مارت و اینا نه یه سری یه سری جوکاس با کارون اصلا جلوی میبرم آره این آدمای موفق کی ما دارن, آره ما موفق ما. دارن ما توش نیست آره ما موفق نیست دارن سخنانی می میکنن برای آدمایی که میخوان موفق بشن یه سری شما که اینا همش داد میزنن یعنی <laughs> پرده های گوش مشکلی ما مثلا تو داد بزنی موفق اگه <laughs> خب معلومه میخواد بزنه که بره تو مغز یارو دیگه اگه آروم بزنه که نمیره تو موقعش همشون دارن داد میزنن بعد الان دوره هیت میخری بر خودت ها نمیگه سر و بالا میگه. من نظر شخصی میگم هم, هم برای اینطوری بگیری من خوب. اصلا بیزارم از این مدل رفتارها و این شوها اینا همه داد میزنن ام. بعد جمله ها تکراری دیگه همیشه تکراری هم. به حرف تکنیکال نمیزنن یعنی من داشتم بهت میگفتم فقط پند میدن شما هر چی جدیتر هماغت اون آدم بیشتر داریم دیگه میگن بعد از رو <laughs> بعد براتون بگم چون من به شخصی باوری دارم میگم که میزان کاری که هر انسانی انجام میده با میزان حرفی که میزنه رابطه معکوس داره شما هرچی بیشتر حرف بزنی میزان کاری که انجام میدی کمتره اینایی که 24 توی این شبکه‌های مجازی دارن سخنرانی میکنن شما آزمید. باوری نداری کلا چون ایشون که باورشو گفت ایشون هم گفت مال شما میمونه نه حالا باورم آروم تا اپیزود وص... تا باور واسه وص... هر وص... وص... اپیزود <تصح> 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 ام... چه خبر هفته چطور بوده ما هفتم بعد نبود یه زیاد کار کردم آخه من میزان کاری که میکنم و میتونم از وضعیت چشم بفهمم مم. چشم بلده. که خیلی حالت خشک و دردناکی داره میفهمم که زیاد خیلی کم حرف این هفته که... <تصفح> آره که حرف که خیلی من کم میزنم عشان. واسه طول هفته که اصلا کسی نمیبینم به جز که میرم جیم از خونه بیرون نمیزنم همشم کارو ایناست خیلی دیگه خودم هم سایه یه کاسکوی چیزی بگیر <applause> نه آره خوراکی خوراک تو کاسکو وقتی که بعد باشی کناره نه کاسکو اصلا, اصلا خودش پا میشه جارو میکنه تو داشتی گربه 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 و بگیری آره هم نداره ولی چشم تو به اخلاقت هم میخوره اون هم نچسب و تفلون هم آخه نمیفهم مشکلی که نمیفهم اصلا یه زیاد به مانیتور نگاه میکنم یه ها میفهمم که دیگه دیر شده دیگه کارش نمیشه به من من, من فکر میگی به گربه میگه دست بده من دست بده گردن داره این دیگه آه دست بده این زبط شد ثبت <applause> شد آره دیگه همین هفته همین خدا خودم تو چی تو هم درگیره من درگیر کار. کارینا امروز صبح یه هو ناگهان ناگهان پیس ناگهان نا پیس <applause> و ماشینم یه دست کشید از اینجا بعد دیگه بگو چی شد الان کسی که آره میگم صبر آروم باش بذار بعد میل کنی دیگه بعد سوار ماشین شدی بعد مانیتیزیشن رو ببینی دیگه بیلد نه میل نه میل کردن میشه دیگه بعد میل کنی مانیتیزیشن بیاد بالا الان چون معنیشون کاملا عوض شده راحت دیگه تو نمیتونی یه جوری بعد الفاظ قدیمی استفاده یه قلوپ دیگه بذار بزن بت میگم آره سوار ماشین شدم میخواستم قبل اینکه بیام استودیو برم چند تا کار انجام بدم یهو دیدم که ناگهان no, پیس no, yeah, ماشین داره میگه باد کمه باد دیگه تا تایر کمه زدم روش دیدم که خب مثلا بعد 43 می بود شده بود 40 یا 39 گفتم خب اون انقدر بد نیست حتما این سرما بوده و اینا بعد یهو قرمز شد صفحه دوره رو زدم دیدم شده 16 oh. و داره تیک 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 اینطوری داشت میاد پایین تا رسید به 9 دیگه ماشین رو سریعا برگردونم به محل اقامت. اقامت. و یه ماشین دیگه پدر اینا رسوندن و اینا همه اینا رو گفت که بگه ما دو تا ماشین داریم <applause> ما یعنی همه اینا, اینا رو صغرا کوبرا رو, رو, رو. رو چید که بگه یه ماشین دیگه خب الان ولی یه میخه اینقدی پی پیچ, پیچ 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 نه پیچ دیگه چون چهار سو شما چهار پخ ما اسپانیا چهار پخ رفته وسطش چهار پخس الله ان شاء الله فردا آره کیف کیف کوله پشتیمو کلی وسیلهم جا گذاشتم که بعد از خیلی بعد پنچر شدن خیلی و من بدترین تجربه زندگیم پنچر شدن تو آمریکا بود ام. ببین ماشین جدید گرفته بودم همون اولیه ماشین اولی بعد رفتیم با چهار تا از دوستام رفتیم هم, هم رفتیم آمریکا اونا رفتیم سیاتل بعد اونا موندن میخواستن سیاتل بمونن دو سه روز برگردم منو یکی دیگه از دوستام آریان بله قرار برگردیم بعد آقا ما برگشتیم اونا توی حالا راه سیات دور دور دراتسم میگیرم تو جاده سیاتل و ونکوور مثلا اصرم شده و ساعت چار و پنج و اینا بود هم انجام داشت میبست یو دیدم که آره میگه که تایر پرشرت عوض شده حالا ماشین من نمیگه چنده فقط میگه عوض شده بعد منم دقیقا هم توی بودم میگه خب ماشین نوه مثلا یه ذره شاید سردگم شده و اینا اوکی بعد منم جلو اینا بعد دیدم که یه صدایی داره میاد از از آره یه ذره پنجرم پایین دیدم یه صدای عجیبی داره میاد آقا نگاه کردم زدم بغل اونا دیدم که آره داره میزنه بیرون و یه چیز عجیبی هم یه پیچ عجیبی هم توش بعد توی همون حالتی که این داشت یواش یواش باد کم میکرد یو... کم داشت باد کم میکرد رفتم چیز رفتم مثلا یه دونه تایر شاپ توی سیاتل گفتم که آقای نوسمی توی کارش بکنی گفتم ما اصلا تایر تو اصلا ماشینی نداریم که این سایز تایر رو بتونه مثلا هندل بکنه برای همین نمیتونیم رفتم یه دو جا رفتم و همه جا بسته بود و هیچ کس نمیتونست کاری بکن این گفتم فاکت بریم سمت چیز بریم ونکوور گفتی چی فاکت بعد فاکت. 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 <laughs> 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 رفتم چیز شروع کردیم رفتیم سمت ونکوور اینا هر گستشن وای میستادم باد میزدم مثلا میرفتم، می رفتم بیرون باد می زم. اینا بعد دیگه یه حد، یه جا بود که دیگه گستشه نبود دیگه باد کامل خالی کرد و اینا وارنینگ داد و گفت بر وایس آقا ما وایس دادیم زنگ می زدم به همین uh, چیز روتر اسیستنس عودی دوباره یه خانم بود که اوکی کلپ از آن اوکی به همین طوری مثلا داشت با هم می گفت و اینا همم هم نمیدونم خیلی براشون عادی بود که مثلا 4 5 ساعت واتساپ کنیم دیگه <تصفح> آره ایرز بار خلاصه ما وایسادیم و اینا مثلا به سه چهار جا زنگ زده بودم اولین تراکی که اومد مثلا سه ساعت بعد بود ما فکر کنار جاده وایسادیم و ما رو برد بعد تراکر نمیتونست ما رو ببره تو کانادا ما رو برد تا لب مرز بعد بعد رسیم لب مرز زنگ میزدیم به یه تو کامپنی یه دونه تراکر پیدا میکردن که میتونست ماشین من رو تو کنه و خوده. پاسپورت داشت آه. الان مثلا اینجا سه یازده, یازده شبه الان اینجا یازده شبه اون حجمو نه اصلا میترسی آخه من نمیدونستم که چقدر ممکنه دمیج بزنه واقعا ما جایی هم که نمیتونیم اونقدر هول بدی خیلی سنگی سنگین میشه بعد دیگه مثلا فکرم تا یک صبح ما درگیر بودیم از چهار بعد از ظهر تا یک صبح تا رسیدیم به کانادا و اومدن ماشین رو یعنی ماشین رو تا کردی با این ماشین اصلا ما اول بعد تا کردی این با دا ماشین دا. با بعد تا کردیش من داشتم آروم جلو بندی اومد با, 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 با این بس این ماشین رو جهان اوله دیگه میدونید دیگه مثلا تو مرز آمریکا به کانادا پنج شرشی مشکلات جهان اوله مشکل دیگه چرا جهان اوله مادم ها توی مثلا مرز پنچر نمیشن پنچر شدن که مشکل تمام دنیاست دیگه <تصفح> نه الکی آره. اینا رو به ما نچسبون همه دنیا آره هم مشکلش رو. چه ماروش الکی اینو به ما آره. نچسبون نه اپیزود رفت ما کارو کردی میرفتی تو با ما شو بر می‌کردی میرفت آره میگفتم دیگه بی خیال دیگه آره زنگ می‌زنم হেলিকপ্টر بیاد دنبالم <تصفح> اون میشه مشکل جان اول تو ساعت یک صبح وایس <تصفح> کنار جاده اینطوری می‌کردم جان اول بریم سر اپیزودمون چی داری برامون قبلش من یه اشاره‌ای بکنم من مسئولیت خودم میدم اشاره کنم به اتفاقاتی میفته دیشب من یه ویدیویی دیدم بحث آدم های بی اصالتی شده بود که خیلی سوار موج احساسات مردم میشن یه ویدیویی دیدم از آقای احمدی نجاست آفکرم نامجور میخوایم <تصفح> نه نمیدم دیدید دی یا دی نه شروع کرده بود جدیده آره همین دیشب من دیدم بی بی سی گذاشته بود شروع کرده محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین بعد این وسط یه نقلی هم میکرد ما نمیدونم نوادگان کوروش کبیر رو خواستم چی شد اون موقعی که با ماشین از روی آدمو رد میشدید اولین کشوری که ساشن. تب... دیگه که... چرا نه هیچ مشکلی نه. آره. اولین کشوری که تبریک گفت رئیس آره. جمهوری تو همین روسیه بود حالا م. الان روسیه بعد شد شما نگران مردم اوکراین اینو موقعی که از روی آدمای خودتون رد اجازه بده که اینو اپیزود من بهش بیشتر بپردازیم به حالا همین دقیقه همین موضوع رو ای کل این اوکراین و جنگ و نه نه, نه من اصلا اوکراین کاری رو... ندارم حالا بعدا راجعش صحبت می‌کنیم من ر... صحبت روی صحبتم با آقای محمود آره اون موقعی که هنوز ویدیو میده این ایشون, ایشون. سوار موج احساسات میشه دیگه, دیگه بعد یه جوری هم <تصفح> فاز منطق و نمیدونم مخالف و اینا گرفته که اینو من نمیفهمم دیگه شما خودت عامل بدبختی مردمی چه جوری این اینه که میگی نمیفهمم تو قبول اجازه بده ازت. پذیرا نباشه تو چرا نمیره دیگه مرنا چه اتفاقی داره دیگه نمیفهمم نداره یو نو وات ایت از آی نو وات ایت میخواد اپیزود رو شروع کنی <تصفح> یه بسم الله بگید و بفرمایید ما یه زمان سعی که مثلا ایمان یه دونه لغت انگلیسی که میگه نه الان دیگه بچه ها عادت کردن دیگه آره بعد نه دلیلشو میدونیم چیزی که جایدشو میدونیم دیگه خب هر کسی خایم. میخواد به نوبه خودش یه جوری تو دلت مردم جا بشه دیگه حالا آره به هر وسیله اینجوری حزب باد بودن خیلی بیکم آره در ادامه این شکوایی که من خودم میدونم که راجع به مسئله هفته صحبت کنم روزی که من این اپیزود داشتم مینوشتم دوباره توی سه چهارم اول صفحه یک اپیزود این هفته هستیم ما بردیم روزی که می نوشتم دنیا یه حالتی داشت روزی که پخش میشه و بقیه میشنم و ما هیچ ایده ای نداریم قرار چه باشه ولی میدونیم که باشه. حتما روز زنه اینو میتونه این اون فکت اون یه حمله روسیه با اوکراین چیکار کرده تو چه شرایطی این هفته دیدید آقای سرگی لاورو وزیر امور خارجهشون میشه احتمالا معادله سمت این وریش یه حرفی زده بودن که قرب دنبال جنگ جهانی سوم و اگرم بشه دیگه اتمیه روسیه هم که شنیدی دیگه این آقای پوتین به نیروهاشون دستور دادن که توی آماده باش باشن که به نیروی اتمیشون یا آماده باش باشن ازم آره که به اون نیروگاهه حمله کردن و خیلی چیز عجیب قریبه من نمیدونم چرا یه همچین کاری میکنن چون اگه یه اتفاق اتمی بخواد بیفته دیگه اینجوری نیست مثلا یک کشور دو کشور که دیگه درگیر میشه کل دنیا درگیر میشه باید. یه چیزی حالا توی اینستاگرام یوتیوب داشتم میدم مرز آمریکا و روسیه 800 کیلومتر با هم از اونور بس این کجاش داره یه جوری 3 4 کیلومتره 3 4 800 کیلو ج... آره دو تا از از این که بری از اون ور ا... یعنی از غرب از اینور از شرق از اون ور بری دو تا جزیره هستن شرقیش غربیش مال چیز میشه روسیه, روسیه, روسیه میشه راستیش شرقی مال شرق. آمریکا اینجا میتونی شنا کنی این وسط اینقدر نزدیکن اوکی همون ب... یعنی با هم دیگه مرز یعنی کمی دارن حالا تا آبادی به آبادی, آبادی فرق داره خیلی خالی از سکن نزدیک <applause> آره. آره نزدیک به چهار کیلومتر آره. که میشون اوکی آره نه تو اعتمالا یه جاهای دیگر جو داری میگی مثلا یه من... چیزی توی یه نفری گفته دایی داشت میگفتش که فکر نکنید که آمریکا و روسیه با هم دیگه مرزی ندارن اتفاقا با هم دیگه چیز هم اینا رو اعتمالا میگی که ما زمانی مال روسیه بوده الان به آمریکا آره خلاصه نمیدونم اینا شوخی دارن میکنن یا هدفشون اینه ولی جنگ جهانی اتمی و اینا که دیگه نابودی مطلق زمین این که کانادا درگیر نشه <تصحیح> خواهی خواهی کانادا, کانادا و ایران درگیر نشن ما هم هم ایران جو. که نمیتونه درگیر بشه نه اصلا دنیا به خلده. فنا میره کلا همیشه دوده <تصحیح> جنگ و تحریم به چشم مردم عادی میره دیگه من. تا این لحظه که من داشتم می نوشتم بالا یه میلیون نفر از اوکراین ماجرات کرد خیلی عدد عجیبیه دیگه یه هو یه میلیون نفر جون نفر آره خیلی زیاده بعد هم مرده که مجبورن بمونن مادر مثلا بچه ها رو گرفته و اون اکثر خانم ها میگفتن اگه بچه ها نبود ما ترجیح میدادیم پیش همسرمون باشی از اون مردم روسیه توی کمبود کالا تورم شدید استاک مارکتشون اصلا شدن ببندن چون سقوط آزاد داشت میکرد نه ارزش آره ارزش پول روسیه به شدت کم شده به خاطر تحریم ها دیگه بعد حالا این قضیه رو ما تو کشور خودمون دیدیم دیگه تحریم که میشه اون رده های بالا و آدم هایی که بلدن رو استفاده کنن که به نفعشونه کلی آدم ما دور و برمون دیدیم که از تحریم استفاده کردن چه زندگی به هم شد ما نتونست آدم ما بعد یال یه ذره احساس میکنم نیاز دارید که گلوتون رو خیس کنید دودش تو چش مردم عادی میره ما تحریم که شد حکومت که براش فرق نکرد توی ایران پدر مردم عادی در اومد پولمون بی ارزش شد فشارش به مردم عادی اومد این اتفاق برای روسیه مردم هم, هم داره میفته که این خیلی بده کلی حساباشون انا سر سر دنیا مردم داره همینطور رندوم چیز میشه بسته میشه آره خیلی وحشتناک دیگه کل بیزنسمناشون واقعا نابود شدن دیگه و میشنویم هم خیلی از این کمپانی ها هم دیگه مثلا کالا به روسیه نمیدن خیلی سرویس ها قطع شده توی روسیه اینا همش برای مردم عادیه و یعنی آقای پوتین که اون بالا بارشو رو بسته اصلا ککش هم نمیگسه بعد یه مطلب دیگه که ککش هم نمیگسه آره خیلی دوست داشتم بهش بپردازم اینه که خیلی میگن چرا اخبار آوارگی مردم اوکراین انقدر توی حالا مدیا اینا پخش میشه همه دارن بهش میپردازن ولی اون موقع که مردم حالا عراق سوریه یمن افغانستان بود انقدر خبری نبود اینکه چرا به اینا زیاد رسیدگی میشه به اونا کم رسیدگی میشه دلایل خودش رو داره اصلا نمیخوایم اینجا راجع بهش صحبت کنیم ولی این به این معنی نیستش که الان که به اینا به این اخبار زیاد رسیدگی میشه بده اینجاش نظر شخصی منه اینکه به این اخبار زیاد رسیدگی میشه خوبه بالاخره مردمن که دارن فشار بهشون وارد میشه جونشون رو از دست میدن یا هر چیزی ولی اینکه به اون اخبار حالا آوارگی مردم افغانستان یمن و سوریه کمتر ترسیدگی بشه اون قطعا بده ام. ولی این دلیل نمیشه که اینی که الان اینجا هست خوب باشه این که الان هست بد باشه این خوبه این درستش اینه کاش اون موقع اونجوری بود و خب سوال من اینه که کسایی هم که الان ایراد میگیرن اون موقع که اون اخبار داشت پخش میشد واقعا در واقع حالا آوارگی مردم عراق سوریه یمن حالا کشور خاور میانه بود خود این آدما اون موقع مثلا می پرداختن اون که باید به این موضوع یا نه <applause> یا مثلا یه مثال دیگه که من می بینم اینه که خیلی از ایرانی ها حالا توی جامعه ایرانی ما می شروع کردن پول جمع وری میکنن برای مردم اوکراین می که خب این خیلی کار خوبی اصلا هیچ مشکلی نداره ولی اتفاق مشابه همون موقع نمی دیگه برای مردم اوشرا. افغانستان یا عراق یا اون کشورها شاید اصلا ابزارش هم نبود به اونجا در واقع کمک رسانی بشه منتقل بشه کلیت داستان اینه که چیزی که میخوام بگم اینه که بد نیست رسیدگی کردن به اوضاع مردم اوکراین ای کاش اون موقع هم میشد ولی الان که نشده کارش نمیشه کرد یعنی چیزی که گذشته ای کاش در آینده این اتفاق بیفته چون بالاخره شرایط خاورمیانه همیشه یه جوری که تمرکز روش زیاد و قدرت همیشه روشون دست میذارن و اخبار رو همه دنبال میکنن میدونیم چه جوریه ولی خب جون مردم جون مردم فرق نداره مردم کجا باشن دیکتاتوری هم دیکتاتوریه دیگه چه حالا میانه باشه چه اروپا باشه چه آمریکا اما مطلب مهم هفته که خیلی وحشتناک بود این واکنش خبرنگارا بود که به طرز وحشتناکی اینا نجات پرست بودن این اپیزودته یا نه نه این حالیسه که من خواستم بگم گفت دست در نکنیم ما اپیزود دو نداریم اتقام میکنیم نه حالی اپیزود دو ساعته داریم نه یا میگه نه نه از نه آن نه دیگه. این کلش گفتی دیگه این نه از شخصی من رسالت دارم بپردازم یه اپیزود داریم تکرار کن دیگه چون طول هفته حرف نمیزنه مجبورم بیان خالی کنم اینی که باید حواستون باشه این خبرنگارهایی که این مدلی حرف میزنن همه تو اخبار دیدن دیگه اینا خبرنگار هم. خبرنگار قاعدتا روی کاغذ کسایی که سطح حالا مطالعهشون از مردم از متوسط جامعه باید بالاتر باشه شغلشه خبرنگاره اینا وقتی این مدلی صحبت میکنن شما حسابش بکنید که دیگه توی ذهن مردم دیگه چی میتونه بگذره و خب به وضوح توی ذهن اینا نه حتی تو سطح خداگاه ها توی لایه های امیغ ناخداگاهشون طرف نمیدونست مفهومی که تو ذهنش رو باید چه جوری بگه میگفت باید خیلی مواظب باشم این الفاظ رو به کار میبرم و مواظب ولی... بودنشون بود. ولی تهش این بود که آقا مردم مثلا که سفید پوست اوکراین دارن آواره میشن و این مردم مثلا خاور میانه نیستن که یه جوری انگار خب اونا حقشون آواره باشن ام. چیه داستان باید آره یا مثلا لهستان و اینا رو میبینیم چقدر راحت مرزاشون رو باز کردن به روی اوکراینیا در این که مقامات سطح بالا خونه خودشون رو آفر میدن که مثلا مردم بیان برن توش ولی خب از اون ور چون اگه آواره‌ای از سوریه یا افغانستان باشه قطعا این کارو رو براش انجام نمیدن دلایلش رو میفهمیم چرا بالاخره قرابت فرهنگی وجود داره جا افتادن حالا مردم اوکراین توی لهستان خیلی راحت تر از ممکن خاورمیانه اونور انجام بشه ولی داستان اینه که تازه داره خودش رو نشون میده که این حالت نجات پرستی تو کدوم لایه ها هست دیشب یه تحلیل داشتم گوش میدادم از الجزیره یار خیلی قشنگ داشت میگفت یکی بود که چیز بود محقق مسائل حالا سیاسی نجات پرستی بود اون داشت دوزی میداد که ما ممکنه چند دست آدم داشته باشیم یه دست آدم هستن که آشکارا نجات پرستن خب اون از مثلا, مثلا یه مثل ترامپ یا اونا دیگه آشکارا اینا آدمای نجات پرستی میگه ما با اونا کاری نداریم اونا اقلیتن مشکل دقیقا همین آدماییان هم که که خیلی هم ممکنه تعدادشون زیاد باشه که آشکارا نجات پرست نیستن ولی لایه های عمیق فکریشون که بری تو ناخودآگاهش همچنان باور داره آقا این بی‌عدالتی بزرگتریه که مثلا مردم اوکراین آواره بشن در مقایسه با اینکه یه کسی توی خاورمیانه آواره بشه. <متصفح> 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 که این واقعا مشکل بزرگه بازم میگم اینا آدمایی که خب سطح مطالعه شون از متوسط بقیه آدم ها بیشتره دیگه اینجوری وقتی میای جلوی تلویزیون به خود اجازه صحبت کنی معلوم میشه که چه وضعیت وحشتناکی داری یا توی مرز و هم داریم میبینیم دیگه خارجی‌ها رو را راحت راه نمیدن اونور مثلا اگه سیاه باشی نمیدونم من داشتم نگاه می‌کردم مثلا مصری بودن ایرانی بودن راحت نمیذاشتن ردشن از مرز ولی خب اوکراینی باشن خیلی راحت من اصلا دیدم یه ای سری ایرانی‌ها با یه سری سیاه‌پوستا رو گرفته بودن آشغال جمع بکنن آره یا بهش میگن برگردید بجنگید شما باید بتون تفنگ بدن ب... آره. چ... یعنی اصلا خیلی غیر منطقیه یه عالمه مشکل خیلی بنیادی رو داره نشون میده همین داستانها حالا در کنار اخبار جنگ خودش فاجعه است اینم باز یه فاجعه ایه که توی ذهن همه اون آدما وجود داره که تو سطح ناخودآگاه بالاخره خودشونو بالاتر از ماهایی میبینن که یه ذره پوستمون تیره تره. و آره دیگه تمدنمون هم کمتره تمدنمون که خب خدمتش بیشتره ولی نه آخه یکیشون هم اینو گفته بود دیگه آره اینا نقل قول اه... از, این از این تیکه بود ناراحت کمتر واقعیت آره خیلی <تصفح> ناراحت کننده ولی اه... باز میگم در این حال این معنیش این نیست که نباید پرداخته بشه بالاخره یه سری آدم معمولی هن که داره زندگیشون به فنا میره در کنار همه اینا خوبی که بود حالا خوبی که نه ولی چیزی که بود این ریاکشنی بود که فضای مجازی و مردم و اینا حالا مثلا تو همین آمریکای شمالی به این قضیه نشون دادن این نبود که یه چیزی باشه گفته بشه از سرش بگذرن از کنارش بگذرن خیلی منتقد از خود دل جامعه از خود رسانه‌های دیگه بودن که میگفتن آقا این چه وضعشه مثلا این چه حرفی داری میزنیم بند وگن <applause> ها حالا میگم من دوست داشتم تو بزر خودم بگم خب بزر, بزر بریم اون بر 99 درصدشو گفتیم دیگه چیزی نمونده از اون یعنی سه چهارم اول سر بیه که ما 99 درصد آخه من اکس روی نداشتم ولی خب دیگه فرق نمیکنه دیگه با بالا نه ناراحت نه نه همین آخه میخواستم بگم ولی بند وگنه دیگه یه سری ها وقتی میبینم یعنی که مثلا وقتی میبینید سوار قطار شدن یه سری ها مثلا اینطوری همون چیزی که کارون گفت که قبلا که در مورد عراق و مثلا افغانستان و بقیه کشورهای خاور میانه بود چرا هیچ کسی چی نگفت یعنی اون موقعی که داشتن مثلا یه جور دیگه چون نیویورک تایم یا مثلا ایکانومیست و اینا داشتن تایتل های خیلی عجیب میرفتن و اون جنگ و تشویق میکردن اون موقع هیچ کسی چی نگفت حالا الان که یه نفر مثلا حالا یه 100 تا خبرنگار سوتی دادن همه الان رو بنوگن افتادن که رو سوار قطار شدن که آره اینا ریسیستن کوشینتوری نبود مثلا حالا چرا اون موقع این کارو نمی‌کردن اینم درست نیست دیگه یعنی بعد ببینید که چه کسایی سوار بنوگن شدن چه کسایی واقعا قبلا یه حرف مناسبی زده بودن در مورد همه اینجور چیزا یه نظر کم طرفدارم بدم به قولی دیویل زد مثلا میشه گفت از آخرین باری که همچین اتفاق افتاده یا همچین مثالی بوده تا الان خیلی آدما خیلی حالا نسل جوون اینا نه بگیم الزامن تر و تحصیل کرده تر ولی بیشتر با این مفاهیم آشنا شدن حالا مثلا من خودم تو اطرافیان سن پایین میبینم که حالا میگیم مثلا تیک تاک و اینا یه سری اپ صرفا سرگرم کنند دست و اینا ولی یه سری از اخبار و یه سری از اتفاقات روز جهان و توسط حالا اختصاصا همین مثلا تیک تاک دنبال میکنن میشه مثلا اینطوری فکر کرد که الان آدم یه لول مثلا بیشتر حساستر شدن, یا شدن مثلا نه ببین آخه, آخه این سوریه که آره نه بزنگرو نه بزنگرو نه. افغانستان تابستون بود دیگه چقدر به همه ماها داشت فشار میام من مثلا به شخص با حالا چون خیلی هم قرابت فرهنگی داریم زبان اونم یکی من باورم نمیشه آقا 20 سال اینا اومدن اونجا بودن یهود فرار کردن با چه فضاحتی آمریکایی‌ها و خب مردم افغانستان اونجوری آواره شدن باور نکردنی یعنی کشته میشه؟ خب همه میدونستن طالبان چه مدل حکومتی میخواد انجام بده دیگه کامل 50 درصد جامعه که نادیده میگیره این همه اینا پیشرفت کرده بودن حالا به واسطه حضور آمریکا حداقل خانم ها میتونستن توی جامعه بشن اومد و دست گرفت و یکی دو هفته هم تو اخبار بود ولی هیچ خبری ازش نیست دیگه این که میگم اینا دلال خودش رو داره که چرا این اتفاقا میفته ما هم اصلا نمیخوایم اینجا به دلایلش بپردازیم ولی خب ناراحت کننده است خیلی و حالا یه چیز هم که من زیاد دیده بودم موقعی که افغانستان در طالبان داشت افغانستان رید میکرد خیلی میم و جوک و اینا درش به وجود اومد یعنی خیلی هم به زبان های خارجی هم زبان فارسی خیلی جوک و اینا درش به وجود اومد که جوکای درستی هم نبود یعنی جوکای دارک بود همش و مسخره که داشت جوک دمرش دا داره درست میشه ولی در مورد اوکراین من اصلا ندیدم چرا اوکراین جوک کم جوک, جوک یه مکانیزم دفاعیه دیگه وقتی دفاعی الان اینا گرفته چی جو. من حداقل ندیدم که چیز کنه با روسیه با بخش روسیه بیشتر جوک میشه فکر کنم آره تا حالا اوکراین تحقیر روسیه ها و در تمجید از اوکراینیا ولی قبلش در تمجید از طالبان یعنی داشت طالبان مثلا تمجید بابا اه. کلی جو که مثلا اینطوری در اومده بود که حالا چه میدونم در مورد ازدواج کردن دخترها بود و خیلی من دیده بودم حالا الان حضور ذهن ندارم بخوام جوکر رو بگم و با اگر باز. یادم بیاد نمیخوام باز. جوکر رو بگم چون جوکی داره که... آره ولی زیاد دیدم یعنی الان احساس میکنم آدما اپروپر... اگرم جوکر اس اپروپریت تره تا اینکه تا وقتی که در مورد مردم افغانستان بود آره من یه مطلب آخر قبلی قبل اینکه وارد اپیزود بشیم این که یه <applause> تیکه دیگه از اپیزود تو که آخر یه درصد آخر یه بگو اینایی که چیزایی که داریم میبینیم خب بده دیگه همشون بده همشون تاثیر منفی روی ما من میذاره هیچ کم راضی نیست از دیدن این مسائل ولی خب چی میگن ریشه های دنیا به پایه های بی وصله دیگه شما اصلا انتظار نباید ما داشته باشیم دنیا جای عادلانه ای باشه اینو خب ماهایی که مهاجرت کردیم خیلی ممکنه بیشتر به چشم دیده باشیم مثلا تو ایران یه شرایطی بود یه فشارهای عجیب غریبی بود پامیش میای اینور میبینی مثلا این مسائل نیست یه مسائل دیگه ای هست ولی خب بی‌عدالتیه دیگه تو که انتخاب نمی کنی کجای دنیا به دنیا میای خب کلا عدالتی که وجود نداره هممون اینو میدونیم فقط ممکنه که تلاش کنیم حالا جامعه جهانی ممکنه که تلاش کنه به سمت این بره که یه مقدار عدالت بیشتری برقرار بشه حالا این اپیزود هم روز زن پخش میشه دیگه چون 50 سال 60 سال 100 سال قبل که نگاه میکنیم الان شرایط مثلا خانم ها توی جامعه ممکنه نسبت به اون موقع بهتر باشه ولی این همچنان به دور از ایداله همچنان بی ادالتی وجود داره این قضیه حالا توی پوشش خبری جنگ مثلا توی میانه و توی اروپا هم وجود داره واقعا توی ذهن اینا خب با اون دلایلی که راجع صحبت نکردیم جون این آدما براشون عزیزتره ولی در واقعیت جون هر انسانی عزیزه مهم نیستش که حالا رنگش چیه کجای دنیا باشه فرق نداره توی دنیای نادلانه زندگی میکنیم درسته بله, الان بله؟ وارد اپیزود میخوایم بشیم, بشیم. رفتیم رفهم. توی یک چهارم نهایی یک چهارم نه صفحه, صفحه اول با. صفحه دوم کامل راجع اپیزوده دیگه این اپیزود تکه دوباره وارد دنیا تک شدیم هفته های قبل راجع به دیسنترالایز بانکینگ دیسنترالایز فایننس صحبت کرده بودیم کار نمیدونم راجع به چی حرف ها فکر کنم میدونم راجع شما حرف دیسنترالایز داره نه پالیتیکس هم بگی اتوانا. ره داره اتوانا. اوه ای میدونی آره. اون هفته بعد همه. جدی آره. اصلا یه هفته روم بودم فقط آره خیلی اونجا اون هفته روم مطلب راجع به داو <laughs> داو درسته داو داو دیسنترالایزد آره اون هفته بعد راجع به آره دیسنترالایز بانکینگ و ان اف تی و بعدش هم متاورس صحبت کردیم این هفته گفتیم خالی از لطف نیست راجع به مفهوم وب 3.0 صحبت کنیم واه 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 خب حالا ممکنه به گوش بعضی رسیده باشه به گوش نرسیده باشه اول یه تاریخچه بگیم وب 1.0 چی بود ورژن اولیه اینترنتی که اومد بهش میگن حالت ریدونلی بود اون نزدیکترین مفهوم به مفهوم اینترنت دیسنترالایز بود به خاطر اینکه در واقع اینترنت و سایت هایی که شما بهش دسترسی داشتید توی اون زمان که زمانش هم از اوایل دهه 90 که حالا اینترنت در اختیار عموم قرار گرفت تا سال 2004 5 میگن و 1.0 صفحه اینترنت که وارد میشدید یا حالت چیز داشت کتاب دیجیتال داشت یه سری مف... یه سری حالا اطلاعات بود شما میتونستید ببینید بروش کلیک کنی بری صفحه بعدی مثلا بری وارد یه سایت دیگه بشی همین هیچ تعاملی با اون مطالب صورت نمی گرفت اون موقع شما مصرف کننده ی اون اطلاعات بودید بعد از سال 2004 5 به بعد وب 2.0 در واقع اسکوزاری شده تکنولوژی جدید اومد مثلا جاوا اسکریپت پیشرفت کرد بهتر شد HTML5 اومد وبسایت ها یه حالت تعاملی به خودشون گرفتن قدیم شما فقط میتونستی یه چیزی رو بخونی کلیک کنی بری صفحه بعدی اینجا دیگه فرم میتونستی پر کنی دو نفر ممکن بود وارد صفحه فیسبوک خودشون بشن دو تا اصلا نیوز فید کاملا متفاوت ببینن چرا چون حالت تعاملی اینترنت به خودش گرفته بود این امکان رو داشتش که بیاد رفتار کاربر رو در واقع مطالعه کنه اطلاعاتی که در اختیار هر کاربر قرار میده متناسبه با علایق اون آدم باشه مثلا فیسبوک من بسکتبال نشون میداد فیسبوک ایمان گیم نشون میداد خب ما رو مطالعه کرده بودن میدونستن چی دوست داریم بر اساس اونا می اومد اطلاعات در اختیار ما قرار میداد بعد دیگه اون حباب دات کام هم ترکیده بود و شرکت های مثل فیسبوک حالا فیسبو... گوگل و اینا داشتن پا می گرفتن بعد در ادامه فیسبوک اومد خلاصه اینا میشه دات کام چی بوده که ترکیده چون من اصلاش می شدم دقیقا نمیدونم که منظور چیه شما بله سوالاتون زیاده ولی چون حضور کم <تصفح> به هم میرسونی جواب ساله ما گفتم میدونم هفته قبل حالا شوخ میگم بحران داد بعد هم یه گچ بذار آزاد پیش آره اینو ما با اما اصلا را می من یه سوالی پرستم و کار اونجور سوالات زیاد حضور کم به هم می رسیم جاوز گوهران داتکام بحران داد کام این بود که خب حالا تو به اواخر دهه 90 که میرفتیم کل بازار استاک مارکت و اینا همه متمرکز روی کمپانی‌های تیک تک بودن دیگه میگفتن تک آینده است و اینا دیگه اصلا ایندکس خودش پیدا کرده بود قدیم مثلا S&P 500 و داو جونز و اینا رو نگاه میکردن اینا دیگه داشتن ایندکس نستک رو نگاه میکردن که ایندکس بیشتر تکه تک. <تصفيق> بعد <تصفيق> کل از ساک مارکت هم میدونید بر اساس بول خارج سپیکیولیشنه یعنی انتظاری که شما از پرفورمنس اون کمپانی توی آینده دارید ارتباطی با پرفورمنس اون کمپانی توی الان نداره مثلا <applause> تسلا رو نگاه همه میگن اوور حالا یه سری مقیاس دارن نم سود و تقسیم برای قیمت سهام میکنن این باید یه عددی داشته باشه که متناسب با ایندکس بازار باشه برای تستای این عدد خیلی بیشتر درسته چرا چون که انتظار دارن که در آینده این کمپانی خیلی هستن. پیش خوبی بکنه ممکنه مثلا الان تو اون سطح نباشه ولی چون این انتظار رو دارن خرید،, خرید زیاد روش انجام میشه پس قیمت سهام میره بالا حالا بحران دات همین بود این بود که حالا تکو و اینترنت و اینا خیلی داشت رو می اومد همه شروع کرده بودن روش سرمایه گذاری کرده روش. بودن به طرز وحشتناکی این اوور over overvalued بود و هر چیزی که اوور باشه اوور والیود یعنی ارزشش متناسب با ارزش واقعیش نباشه بیشتر ارزش گذاری شده باشه این یه روزی میتره که اون حباب یه روزی میتره که مثلا بیت کوین رو همه دیدیم دیگه یهو همه رفتن روش سرمایه گذاری کردن مثلا از چند دلار رفته و رسیده به 20 هزار دلار سالهای قبلو میگی میگیم الان که خیلی عددش بیشتره یه ترکید این دوباره اومد دوست. روی 4 دلار خب دات کام هم همین جوری بود بحرانش همه روی اینا سرمایه گذاری میکردن اون اواخر اوایل 2000 این قضیه دات کام بحران دات کام حباب ترکید ترکی ه... خیلی از این کمپانی ها ورشکست شدن کمپانی خیلی تک خیلیشون هست شدن اصلا آدما من حالا تو اون هفته هم گفته بودم دیگه آدم‌ها رو عوض کردن کسی که تو تک بودن کلا بی خیال شدن شغلاشون عوض کردن یه چند سال طول کشید ریکاور کنه ولی از خاکستر همون موضوع مثل ققنوس <applause> کشورهایی مثل <تصفيق> کشور <applause> کمپانیایی مثل گوگل و فیسبوک و اینا در اومدن که در واقع حالا گوگل مثلا آینده رو آینده اون موقع رو اینا شروع کردن به نوشتن دیگه <applause> به خاطر اینکه دیگه هیچ کاری بدون اینترنت و حالا سوشال سوشال سرچ انجین و اینا انجام نمیشد <applause> اون در واقع هباب دات کام دات کام آره. مرسی حالا این وب 2.0 در واقع بعد از اون حباب به وجود اومد میگم به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژی که خود تکنولوژی وب کرده بود سری کمپانی مثلا مثل فیسبوک اومدن کالای متناسب در واقع مح سرویس متناسب با علاقه شما ارائه دادن خب دیگه شما فقط مصرف کننده نبودی شما چی بودی اینو ایمان خوب میدونه میگن اگه یه چیزی مجانی باشه یه سرویسی مجانی باشه شما خود کالای خود کالا خود شمایید و اگر نه که کسی حاضر نیست به شما هیچ کسی حاضر نیست توی دنیا اما. به شما سرویس مجانی ارائه بده مثلا نبیگی جلو صورت, جل صورت. آره حالا اه... ببین اتفاقی که میافته چیه اینکه چرا این اه... کمپانیا میتونن به شما سرویس مجانی ارائه بدن فرض کنید که فیسبوک شروع به کار کرده اون موقع خب اینا باید سرور رو یه جای هوا کنن دیگه فرض کنید میره مثلا از آمازون AWS حالا فیسبوک بزنید یه, یه کمپانی خب. که... یه کمپانی میخواد به شما یه سرویسی ارائه بده خب اینا یه سری سرور نیاز دارن اه... این سرورها هزینه داره دیگه میره مثلا فرض کنید کمپانی از AWS سرورها رو اجاره میکنه <applause> میخره خب این داره به اونا هزینه میده ولی سرویس رو به شما مجانی ارائه میده چه جوری این میاد رفتاری که شما حین تعامل با اون سرویس رو دارید مثلا با یه سوشال میدیا دارید تعامل میکنید اون رفتار رو مطالعه میکنه اطلاعات رو در میاره دیتاهای شما رو میفروشه به یه جا دیگه تبلیغات یعنی همین مدل بیزنس خزی که توی اینستاگرام هست که همه مثلا میخوان به جایی برسن که چهار تا چیزو تبلیغ کنن همین مدل رو فیسبوک و گوگل و اینا هم دارن به سبک خودشون ولی تو ابعاد بسیار گسترده تر انجام میدن اکثر رونیو فیسبوک و گوگل از تبلیغات میاد دیگه یوتیوب دیگه کسایی که دارن کانتنت میزن رو تبلیغات دارن پول در میارن دیگه آره بعضی از پادکست ها اینا آره نه آخه ببینید این تبلیغات با اون تبلیغات فرق داره حالا شما ببین اون مدلی که فیسبوک و گوگل دارن از تبلیغات پول در میارن اینه که دیتا های خودشون رو کامل آنالیز کردن اینو میفروشن به یه سری کمپانی های دیگه آره. برای همینی که مثلا نه میگم چرخ تبلیغات به پایین تریام میرسه آره یعنی آره آره این پترن تکرار میشه آره ولی این مثلا تا اینجا میتونه پیش بره که حالا اینو توی ویدیو یوتیوب هم خیلی جالب ممکنه که مثلا همسر شما حامله باشه اینو گوگل زودتر از شما بفهمه داره. داره. از موزه سرچ که اون میکنه میفهمه که همسر شما حامل است برای همین مثلا میاد به تو گهواره بچه تبلیغ گوگل میزه سه داشت آره <تصفح> بعد میگه اصلا قبل اینکه خود اون خانوم هم به فهم حامل است این ممکنه فهمیده باشه حالا <تصفح> من این قبلا چندی بار گفتم توی اپیزود مختلف حالا الان نمیدونم هنوز صادقه یا نه ولی سال مثلا 2013-14 بزرگترین دارایی کوانتاس که هاپم ملی اون پروگرام ریوار پروگرامش بود به خاطر اینکه حدود 40 بیلیون فکر کنم میارزید یعنی هواپیماشون نبود های دیگه که داشتن نبود اون ریوار پروگرام بود به خاطر اینکه اون واسط بود به پومبنزین های اصلی شهر به سوپرمارکت های اصلی شهر و تراول و هم یعنی مسافرت کردن رو هم کاور میکرد یعنی اون میدونست تو تقریبا تو چه شوهایی زندگی میکنی کجا بنزین میزنی چی میخری چند میخری کی میری مسافرت یعنی کل همش. زندگی تو میدونست به خاطر اینکه تو میرفتی مثلا چم بنزین میزدی این کارتر میدادی دو تا پوینت میگرفتی میرفتی خرید میکردی چیا میخری مثلا چقدر میخری مثلا چقدر مسافرت میری و میدونست که بهت کی مثلا آفر. بنزین تبلیغ کنه که مثلا تو چه پترنی به بنزین تبلیغ کنه چه تو چه پترنی به تو مثلا چه میدونم دستم توالت بفروشه تو چه پترنی تو چه سفرایی و چند باشه میری آه. خیلی سافستیکیتد بود که بعد چرا،, چرا این سالو گفتی 2013 چون آه. من اون موقع که داشتم اونجا درس میخوندم اینو به ما گفتن شاید الان عوض شده باشه ولی خب نمیدونم که دیگه نگن فردا روزی فلان آره این وسط هم یه سری عراق 2001 بوده حالا <Ton تص sorting> افسانه و اینا راجع به مفهوم هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینا ها هست تا یه حد خوبی شالا افسانه هست با یگان چون, چون ما یه ذره مثلا میدونیم اونجا آدم میفهمه که افسانه است این من یه روزی چند سال پیش رفت بودم یکی رو به ما معرفی کردن ایشون سی ای او یه شرکتی بود توی ونکوور حالا با یه دلیلی ما رفت بودیم باش صحبت کنیم بعد از این سی او هایی که باید لباس شیک بپوشن و فکر میکنن که خیلی نمیتونه رفت تو سه چهارم برقه اول اصلا دست خودش نیست ولش بکنی ما اون موقع آروم با ساده آدم ساده ای بودم از دانشگاه مثلا اومده بودیم بیرون فکر بیایم همه آدما مثل همون آدمایی که تو دانشگاه دیدیم واقعا مثلا طرف دنبال علم و خودشو میزنه به سادگی میدونه سازم. ولی آقا رفتی با ایشون صحبت کردیم ایشون مثلا از پروژه ما پرسیدن الان, الان موقع مثلا من تو اون شرکت داشتم چی کار میکردم و اینا یه ذره توضیح دادم بعد اینا هم حالا شرکتی زده بودن که یه ایده که چیز دیگه مثل شکولات ریخته همه هم ایده رو زدن و همه شرکت هم دارن ازشون پول در This is مثل بعد من حالا من, من یه اشتباهی کردم این وسط داشتم از ایده خودمون رو توضیح میدادم گفتم که مثلا شما میدونید مثلا حالا ماشین لرنینگ و اینا چی یه بادی کرد و بادی کبوتر بله تمام اصلا کمپانی ما روی ماشین لرنینگ بعد چیز بود دیگه برای من که توضیح میداد و میدونستم خب این افسانه است داشت یه چیزی توضیح که خود انسان هم اصلا به اون اطلاع دسترسی نداره که بدونه چی کار میخواد در آینده انجام بدیم ما داریم مثلا پیش بینی میکنیم خودش هم آدم تکنیکالی نبود فقط یه سری بازورد شنیده بود داشت تا صحبت میکرد اینو میخواستم بگم بازورد نشنید باز آره یه کاری که سی او ها میکنن اصلا توی حالا آمریکا شمالی این خیلی چیز هست سی او تنها هدف و در واقع برنامه که داره اینه که قیمت سهام شرکت رو ببره بالا اصلا مهم نیست سود سودو فقط باید زیاد کنه که خب میدونی سود زیاد کردن میتونه مثل این باشه که شما حقوق کارمندات رو کم, کم کنی کن. یا عالم کاری که برای کوالیتی اشوراس مثلا قبلا انجام میدادی کیو ای اونا رو انجام ندی از جای دیگه بزنی اینو ایمان, ایمان خوب بیشتر ایمان خوب میدونه باید شیاد باشی شاید شماره یک داشت من نمیدونم چرا تمام این فوکس ها رو منه ولی خاطر چیز باینگو چون تو دیدی مستند بوینگ اونا سی اوشون شون دقیقا شده شخصی شخصیش کردی ایمان اون سی او شون میخواست سود رو زیاد کنه اینا در کیفیت رو قربانی کردن فقط به خاطر اینکه سودشون زیاد شده که بهتون رقابت کنن با ایرباس نمیخواییم چیز کنیم ولی خلاصه اینا رو گفتم بگم توی مفهوم وب 2.0 سی ای او ها یه سری آدم که تنها هدفشون بالا رفتن سود و قیمت سهام اون شرکته خب سی او ها اصلا حقوقشون رو بر مبنای این افزایش قیمت میگیرن 50 60 سال پیش میانگین حقوقی که سی او ها داشتن حدود 22.3 برابر کارمندای اون شرکت بود الان چقدر 122 برابر. برابره برابر 278 برابره به صورت میانگین آره سی اف مای اون کمپین این که میگه هست یعنی بله در نزدیکی هست همه اونجا مثل چیز بود مثل مثل نه داشت توی چیز لینکدین نه جایی که همه مدیر عاملن اسم اپلیکیشن چی بود کلاب هاوس بود همه تو اینستاگرام و فیسبوک و گوگل و اینا کار میکردن ما بودیم که من اونی که بی سواد بود منم همه نظر میدونن نه ولی اینستاگرام و آینده کلاب هاوس که میخواد بی, بی بی سی رو بزنه زمین <تصفح> همه, همه میدونستن می اینا رو آره دیگه اومده بزنه زمین رو دیگه بی بی سی وجود نداره دیگه آدما خبر همچین روزای پار پارسال کلاب هاوس روزای عجیبی بود روزای خنده بود دیگه این رومای روسی اوکراین داشتم گوش می‌دم. اپش رو تو داشتی از اون موقع نه یا هفته بیشت 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 نه هفته پیش گفت ندارم دوباره ریختی جدیدا من من هیچ نگفتم ندارم نه من گفتم هفته پیش گفتم نه من نفر هز... آخری بودم که تو این گروه کلاب ریختم و هنوزم یه وقتایی میرم گوش می‌دم این ای مدل وقت خیلی جالبه. مثلا بهترین تجربه من داستان اسرائیل و فلسطین بود ام. که انسان ها اون تو داشتن با هم صحبت میکردن کرکوپر من ریخته بود موقعم راجعش صحبت کردم الان هم رفتم تو این رومه حس کردم مثلا روسی و اوکراین صحبت میکنن این ولی نه اینجوری نبود اصلا های آمریکای شمالی بیشتر بودن راشتن راجع این صحبت میگن چه میشه به اوکراینیا کمک کرد این بود بیشتر اکه. آره حالا تا اینجا به 2.0 بود حالا مفهوم وب 3.0 چیه اینجا دیگه شما مصرف کننده یا کالا نیستی مثل یک و دو اینجا خودشی. اینجا شما صاحب کانتنتی چه اینجوری ایده است این هنوز پیاده سازی نشده به صورت کامل بله. اینجوری هم نبود مثلا به پوینت او که بود میخواستیم بریم توی ورژن دوش مثلا بگن از امروز اینجوریه یه در واقع همیشه اینجوریه یه ترانزیشن خیلی آرب. تدریجیه یه شبکه این اتفاق نمیفته حالا این به 3 پوینت بیشتر در حد ایده است هنوز عملی نشده اصلا یه عالمه نقد و بهش وارده که جلوتر اشاره میکنم ولی ایده ایده قشنگیه که چیه این حالا سرویس هایی که توی این مفهوم ارائه میشه روی شبکه بلاک چینه روی از همون مفهوم دیسنترالایز استفاده میکنه یعنی تو شما توی این محیط میتونید خرید انجام بدید میتونید سوشال مدیا داشته باشید میتونید پول رد و بدل کنید پروژه انجام بدید همه کار میتونی انجام بدید بدون اینکه کسی اون وسط واسط باشه خب یعنی مثلا چی الان شما فرض از سوشال مدیا فیسبوک میخواید استفاده کنید اینستاگرام همه اینا که زیر مجموعه یه کمپانی وجود داره یه سرور یه جا داره آدمای اون کمپانی از اون سرور محافظت میکنن دیتا های شما روی سرور اون کمپانی قرار داره اون میتونه با دیتا شما هر کاری دلش بخواد بکنه بدون که شما بفهمید و اون آدمای اون کمپانی هم مطمئن میشن که این سرور سرپای و هیچ مشکلی نداره چند وقت پیش دیدیم فیسبوک مثلا سرورش اومد پایین یا چند ساعت سهامشون هم فرد همون روز افتاد خب این اصلا چیز سنترالایزده <applause> حالا توی دیسنترالایز بذار اول یه مثال بزنم شاید راحت تر جا بیفته احتمالا شما همتون تورنت استفاده کردید ایران که بودم آره آره تورنت یه روزنامره. دقیقا مفهوم دیسنترالایزی دی بود که از طریقش آره. میتونستی باش. فایل دانلود کنی برگاه روزنامه رو ما دانلود میکرد میخونه <تص> ادمیت نمی کنم هیچی من دیده بودم اکسشو این نگیده با کانسپتش آشنا آره کانسپت چی بود اونجا مثلا الان شما میخواید یه چیزی رو دانلود کنید یه چیز قانونی بخواید دانلود کنید کجا دانلود میکنی؟ ویب سایتش اصلا یه چیزی دانلود مثلا دانلود نمیتونی تقرام بکنید از اپل استور از آره اون کمپانی یه سروری داره چون وصل میشی به اونو دانلود میکنی حالا تورنت اونایی که تو ایران که خب همه ماها استفاده میکنیم ما از اینترنت دانشگاه, دانشگاه ببقیت. استفاده میکنیم که تورنت دانلود کنیم دیگه ببقیت. اون فایلی که ما میخواستیم روی یه دونه کامپیوتر یه سرور مشخص نبود وقتی که ابتدا این کارو میکنن وقتی دانشگاه یا میرن کانتنت دوزی میشه بفهم او تو کشوری ما زبان برنامه‌نویسی جاوا میخواستیم استفاده کنیم فیلتر بود, بود که به ما اون رو میداد فیلتر بود م. دیگه. برید یه زبان دیگه. دیگه برید از یوز پلنگ استفاده کنید 50 سال از خودش کوچیک‌تر <تصفح> <تصفح> از یوز آره دیگه برید از یوز استفاده کنید گوگل يوز... بود اومدن چیز فارسی شو زدن سرچ انجین <تصفح> از دور پروژه موفق بود آره خیلی موفق <تصفح> آره تورنت این مفهوم دیسنترالایز بود خب اون فایلی که شما میخواستید روی انتا تا کامپیوتر مختلف دنیا بود شما وقتی که میخواستید دانلود کنید میرفت هر تیکر رو از یکی این کامپیوتر رو میگرفت دانلود میکرد حالا مثلا توی این مفهوم سید دیگه این دیشب داشته دانلود میکرد اصلا من انقدر واقفه با که چی کار میکنه که میدینی این کدوم سبک آدم بوده که دانش که تمام میشه دیگه دیلی آره دیگه دیگه آپلود نمیکرد آپلودش بعد بود آخه برای من میگفتن میگفتن آپلودش بده کسی که بسیم تعریف می‌کرد. حالا کلن کار درستی نیست ولی خب بدون که اگر که میگیری یه دفعه بده آخه دادنش بود که بعد بود نه همیشه ج... بعد نیست حرف چیز کردیم های جک آره حالا توی این مفهوم وب 3.0 شما مثلا یوتیوب میخوای ببینی الان میگم وصل میشی به سرور یوتیوب نگاه میکنی اونجا یوتیوب اون دنیا کانتنتی که شما میخواید روی یه دونه سرور نیست روی انتا سروره مثل همون حالت تورن شما تیکه تیکه از هر کدوم رو میتونید بگیرید و اینا گارانتی میکنن که شما مثلا اون در واقع محتوایی که میخواین رو نگاه کنید و اینا همشون روی چندین تا کامپیوتر یا همون بلاک چین وجود دارن یه سری کامپیوتر ساین اپ میکنن که توی این شبکه قرار بگیرن به عنوان سرور به شما این اطلاعات یا حالا محتوا رو ارائه بدن پس وب 3.0 میگن یه مفهوم در واقع اوپن اند version ورژن سنترالایز <Happiness> <Rabbi> نیست یه سری کامپانی صاحبش نیستن همه ممکنه صاحبش باشن و هیچکس صاحبش نباشه بعد توی اونجا گفتم شما میتونید پول جابجا کنید همین مثلا بیت کوین و اینایی که میخوای بفرستی الان من میخوام مثلا برای فرهاد پول بفرستم من باید واسشم به یه من این میدل به بانکم شم به بانکم بگم به بانک فرهاد پول بفرسته که فرهاد بگیره اونجا دیگه شما بدون این واسطه ها میتونید کار رو انجام بدید مستقیم از طریق بلاک چین برای فراد پول بفرستی و ترانزکشن شما هم همیشه روی بلاک چین ثبت شده اونجا میمونه کلا این سیستم بانکی نیستم خدا احساس میکنم خیلی عقب سیستم بانکی یعنی با حساست. با زندگی الان مردم اصلا نمیخونه آره ببین سیستم بانکی خب همون موقعی که دیولپ شدن هنوز دارن از چون ممکنه مین می فریم های قدیمی استفاده کنن و خیلی هم علاقه نداشته باشن که اینا رو عوض کنن دلایلش هم مشخصه ولی خب حالا توی این مفهوم میگم دیگه این منینده میدله وجود نداره شما از طریق خود همون بلاک چین ترانزکشن رو انجام میدی ترانزکشن شما همیشه توی بلاک چین میمونه تا ابد اونجا میمونه و همه ی کامپیوتر هم میتونن اونو وریفای بکنن تصدیق بکنن آره بعد اینجا هم که براتون گفتم شبکی از کامپیوتر روز باشید و آره حالا این وسط گفتیم توی حالت فیسبوک و گوگل و اینا کارمندای اون شرکت مطمئن میشن که سرورها سر حالن سرورها سر پان نمیدونم آپدیت میشن اون سرویسی که شما نیاز دارید رو به شما ارائه میدن توی این مفهوم چه جوری این کار انجام میشه ما گفتیم که یه سری به جای اینکه یه دونه سرور وجود داشته باشه یه دونه که میگم منظورم سرور اون کمپانی وجود داشته باشه هر از کامپیوترهای ما اگه ما سایناپ کنیم به اون شبکه واسه میتونه به عنوان سرور عمل کنه حالا تو این مفهوم شما چجوری میتونید آدم ها رو ترغیب کنید که خودشون رو تو این شبکه قرار بدن کسی که حاضر نیست پول مثلا پول برق بده کامپیوترش هم اشغال بشه و هیچی پاداش بهش آره یه سری ریوارد توکن بهشون میدیم که این توکن ها میتونه چی باشه کریپتو کارنسی بیت کوین آره مادر ملکه بیت ملکه بیت ها رو شما میتونید مادر ملکه بیت توی این مفهوم میگن که این کامپیوترهایی که ساین اپ میکنن مثلا توی این شبکه قرار بگیرن توی بلاک چین باشن به اون آدما پاداششون رو به عنوان توکن بیت کوین میدی بعد اون بیت کوین خب هفته پیش هزار مدل توضیح دادیم میگه چه جوری میتونه مطرح بشه اون موقع میتونی مستقیم مثلا فرهاد پول شبکه هایی که ایمان داره پولشو میده رو داشت میگی شبکه هایی که ایمان داره تو رو درست بگو او فکر شبکه اشتراک هایی که ما داریم Cut. برای شبکه بزرگ شبکه بزرگ سالان نیست که اگه بگیریم هم میتونیم همون استفاده کنیم خیلی نه نرفتم دنبالش فرهاد میتونه مستقیم مثلا کامپیوتر خودش رو گذاشته تو این شبکه یه سری توکن بهش داده اون مستقیم میفرسته ایمان پول نتفلیکس رو میده دهن ما سرویس نمیکنه باش okay. نه میخواد مستقیم پول بفرسته به فرزاد از طریق همین شبکه میفرسته نمیدونم سوشال مدیا دوباره روی بلاک چین وجود داره در واقع هیچ کمپانی خاصی صاحب اون داده های شما نیست شما خودتون مثلا صاحبی همه صاحب اون داده ها این چه فشاری میاره به این 2.0 یا نه یا نه بازم میگم اینجوری نیست اصلا یه شب اتفاق بیفته تو بگی از فردا ما دیگه 3 پوینت اگه قرار باشه اتفاق بیفته به مرور اینها رو میاد از رده خارج میکنه ولی هنوز خیلی مانع سر قدر قدرت باز. دارن که حالا سب کن تو ببین آخه تو تک اینجوریه که شما قدرت داشته باشی بتونی جلوی یه پویش آخه ببین میرن اینا رو میخرن دیگه میرن یعنی مثلا تو میرید یه تکنولوژی رو میخری بعد دیسکانتینیوش دسکوار... میکنی به این راحتی نیست که الان ببین کلا حالا توی این سیستم سرمایه داری همه دنبال سود بیشترن تو بتونی اثبات کنی سود کاری که تو میکنی بیشتر از کار قبلیه صد درصد تو میبری الان این ونچر کپیتال ها چندین بیلیون میلیارد دلار توی همین مفهوم سرمایه گذاری کردن چند ده میلیارد دلار همین الان سرمایه گذاری کردم مثلا اگه بتونی اسب، مثل اینکه مثلا میگه تسلا داشت شروع به کار میکرد کمپانی ماشین خب اون موقع خیلی از اینا قدرتمندتر بودن تونستن جلوشو بگیرن نه نتونستن نه, این اومد اصلا روند بازار رو عوض کرد تمام کمپانی های ماشین قدیمی الان ورژن الکتریک ماشیناشون هم دارن میدن دیگه خیلی زایه است که فورد ماستنگ ماشین الکتریکی دارن <تصفح> خب میبینی چه جوری عوض کرد اینکه اتفاق یه شبکه نیفتاد هزار تا کمپانی دیگه تلاش کرده این کار بکن اصلا باتری ماشینا نمیکشید ماشین مثلا نمی بیشتر از نیم ساعت روشن باشه سرعت ماشینا بالای سی کیلومتر نمیرفت تسلا اومد قاعده بازی رو عوض کرد اینم هم همینه اگه قرار باشه کار کنه باید یه سری محدودیت رو رفت کنه که الان محدودیت رو میگم براتون یه منتقد معروف حالا اینترنت خیلی هم آدم قابلیه گفته که سه تا مشکل رو لیست کرده توی یه آرتیکلی که نوشته بود گفته مشکل کامپیوت پرابلم دارن یعنی توان پردازشی این شبکه هنوز اثبات نشده است چون وابسته است به تمام کامپیوترهایی که اون تو وجود دارن م. مثلا گوگل نیست که بگیم آقا این پول سرورها رو داده میدونیم مثلا وظیفش سرورها رو سر پا نگه داره پردازشی مشکل داره دو مشکل پهنای باند وجود داره که این پهنای باند حالا همه یوزرها بخوان از این شبکه بلاک چین استفاده کنن چه جوری باید تامین بشه و مشکل استوریج داریم خب دیتا های شما حالا میره روی جایی جای ذخیره میشه دیگه باید توی سری سرور نم دیتا بیس اس ال و فلان و اینا ذخیره بشه اونها هنوز حل نشده ولی این ویب 3 3.0 بتونه این مفاهیم رو حل کنه از این حالت ابسترکت امروزیش در میاد که در حد یه ایده است بعد میتونه از اینفراسترکتور فارسی ترجمه کردن شالوده من نمیدونم کسی زیر برنامه میشه می شالوده یعنی چی تو توی دانشگاهی که یه استادی داشتیم همیشه دیستش کرد اون میگفت شالوده میتونن اینا وقتی که اینا برطرف بشه از حالت ابسترکت و ایده خارج بشه از این انفراستراکچر در واقع بلاک چین استفاده کنه و بیاد یه همچین سرویسی رو ارائه بده در حد ایده هنوز عملی نشده اولین بار هم بس که اینی که اتریوم رو درست کرده ویتالیک آره 2000. چند اتر. سال پیش این لفظ وب تری پوینت او رو مطرح کرده یا یه مشکل دیگه هم که داریم میگن یعنی حالا خود بلاکچین خیلی این فعلا واسه اینکه یه همچین سرویسی رو به شما ارائه بده خیلی سو استفاده میتونه بشه ازشون از شما مثلا یه کانتنتی رو میذاری روی بلاکچین بعد یه عالم آدم دیگه میتونه اون کانتنت رو برای خودش بکنه یا مال خود بکنه آره آه. بعد دوباره یه جا دیگه مثلا اونو یه جای دیگه بلاک چین آپلود کنه یه ذره مشکل امنیتی داره که اینا همش باید برطرف بشه ولی ایده ای که جالبه. آره ولی خب یه سری مزایا هم میتونه داشته باشه دیگه مثلا آقای ایمان که بازی زیاد میکنه ایمان ممکنه مثلا پدر خودش رو درآورده باشه رفته باشه توی بازی کلی پیشرفت کرده باشه. چی مثلا گیر رو اینا میگیری چیکار میکنید؟ خب بعد یه روزی اگه سرور اون کمپانی تصمیم بگیره که یوزر شما رو حذف کنه شما دستت به هیچ جا نمیرسه چون اون کمپانی تصمیم میگیره این کاری کردی که حذف کنه حالا هر چی ولی اون میتونه اون کار رو انجام بده یه روز عشق کنه مثلا بگه شما چون ایرانی کانادایی ما دیگه ایرانی کانادایی رو را نمیدیم که دیسکورد مثلا این کار کرد دیگه میبینی طبعا. اون اراده کنه میتونه این کار رو انجام بده برای خب اچیفمنتی تو دیسکورد نداری ولی خب مثال داری میگه ولی فرس مثلا بس تو کلی تلاش کردی یا لما اچیفمنت داری اون کمپانی یه روز اراده کنه میتونه این کار از سیوش دست آقا مثلا اونایی که اسم کوچیکشون ای فامیلشون با دی شروع میشه من میگم که نداریم خودشون ما آی و دی ولی این توی این مفهوم دیگه این اتفاق نمیتونه بیفته چون یه نفری وجود نداره یه سی ای اوی وجود نداره یه شبکن که اگه اتفاق توش بخواد بیفته باید همه رای بدن که اون اتفاق بیفته که اون اتفاق انجام بشه برای همین ایمان به راحتی اونجا حظ نمیشه ایمان خودش صاحب این داره خورش تو بار میذاره واسه هفته دیگه آره حالا آره این همه باید رعی بدن و اینا یه سری مفاهیم هست هفته دیگه بیار دی فای دی سنچالایز فاینمز و داو چقدر اینه دی فای ایموشنال دامیج دی سنچالایز ایتانامس اینا رو هفته بعد دی او داو اوگانیزیشن در جونز بکرد آره آره تم وا. شد یه <laughs> سوال رندو این منتقدی که گفتی اسمشو داری کیه آره تو ننوشتا ولی میتونه ابراهیموویچ تو مثلا تو توییت این کم خوابیده <laughs> <laughs> آره <laughs> از پلکاش تو میذاری الهی بیم رم برا نه اینو زدم فرش 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 ولی خیلی خدا رو شکر ولی من بهت پیشنهاد میکنم که استیک تو وان اپ وان تاپیک چرا؟ پر اپیزود نه شما شخصیش گرفتی های جک نکنید خب همه هنگی زیاد ما رسالت خودم می نستن آجه مسئله هفته صحبت کنم آخه می بیا اینجا یه جوری هفته خب بذار تو اپیزود دوم صحبت کن ولی میدونی اول من امروز اومدم گفتم بذار اپیزود من اول بره می نمیدونی اون که من همه اینا رو میدونستم بعد برای همین گفتم اپیزود ما اول پرابلم میدونستی دیگه الان دیدی میگن که میگن بوده... که نه میگن که خارجی ها میگن های دیدین پلین سایت یه جوری مثلا ام... اومد های جک کرد که مثلا انگار نمیدونه ولی ما که خودمون پشت صحنه میدونیم که همچین آدمی هست این از اینا بوده که میگفته آقا کویز رو یادتون رفت مثلا آره خیلی بد شد کویز کوئز کیوز میتونیم چیزا رو بزنیم برای ابزود بعد جالبارو یه ساعت 22 دقیقه شده پر یه آره یه کامنت ولی کلی بگم بگو کامنت, کامنت آره کلی جزئی جالب <تصفيق> <تصفيق> خیلی ها کامنت داده بودن یه صحنه که من خودم ندیدم که مثلا که فرزاد اومده دست به تو بده دست رو دراز کرد تو دست رو ریجکت کردی من ندیدم دیگه اصلا تقریبا خیلی ناراحت شده بودن یه کمپین داره راه میفته برو باور کن جفت نذار دروغ نکن خو خب؟ اینجور نباشیم، داشیم با هم بابا. شوخی نیست که اتفاق افتاده. نه. اتفاق؟ نه، یک تو دیسکورد دیدم که گذاشته بود همین امروز. تو دیسکورد یه معرفی بکنی یه نه، اید اید ای داره خودش. شاید اینو تو اپیزود بعد <متحن> نه نه، ما یه <تمتحن> دیسکورد خودکست با خود داریم. با داریم. یه سری از از دوستان هستن که تراش قسم که اصلا خیلی کمه. جالب هفته و اینا میفرستن و اگر که مثلا ما وقت کنیم اونا درو صحبت می‌کنیم. هنوز اونقدر ایدش رو پرورنده, آره پرورنده نشده ولی وجود داره خودکست دیسکورد داره توی دیسکریپشن یوتیوب اون هم هستن اوکی اوکی. خب داشتی گفتی. همین دیگه قرار شد که پس چیزا رو اپیزود بعد ببندیم یه کامنت بدم و بعد بریم کامنت های نه دیگه کامنت ها رو اپیزود بعدی بریم اپیزود بعدی بخواییم بریم ما توی تمام فضای مجازی اسم تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضا به ما مسج بزنید ما میریم پنج شنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ